سلام آرزو هستم از فالکری آرزو. سلام به شما بزرگواران، همراهان همیشگی، دوستان همیشگی، دوستانی که جدیدن به جمع پیوستین. خیر مقدم میگم خدمت تک تک شما عزیزان، خانم آقایون محترم. امروز پنجشنبه 17 شهریور ماه رسیدم خدمتتون با یه فر قهوه کلی روزانه. لطفا نیت کلیتون رو بفهمید. اما قبل از اینکه بخوایم فال شروع بکنیم، یادی میکنیم از رفتگان خاک. پنجشنبه است، بیاد رفتگان، انشالله که روحشون در آرامش باشه و دعای خیرشون همچنان بدرقه راه ما باشه، الهی آمین. اما بیم نیت کنیم برای فر قهوه امروز. بسم الله، بفرمایید. پنجشنبه 17 شهریور ماه، فال قهوه کلی روزانه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به امید تو. فالمون رو شروع بکنیم با یه خبر. خبر به این صورته که ببینید دماغ نگاه کنید چه دماغ درازیه و آقای برافروخته، خانمی که قایم شده با بچه‌ش، انگار گریخته یه گوشه کنجای خونه قایم شده. دروغی که گفته شده و در هدفش هم نیتش این بود که بین خانم و آقای رو به هم بزنه. شخصی حق باز، کسی دروغگو یا اخبار دروغی به گوش آقای رسیده شده و آقای جوانی تقریبا رو به میانسال که خواسته بین یک خانم و آقای متأهل فرزند داری، خانمی که با بچهش قایم شده باشه از ترس، حالتی که انگار اینقدر صورت این آقای جوان رو به میانسال، البته حالا 30-40 سال این حول هوش رو برافروخته دارم ببینم. خبر کذب، خبر دروغ و هدفش هم به هم ریختن یک زندگی مشترک رو دارم میبینم. خب اما آقایی رو دارم میبینم روشن روشن به زودی خبری بهت میرسه پیروی قضیه ماری. ببینید سرتون آوردین توی انگار سرتون کردین توی آب و ماهی بزرگی رو به سختی داری میکشین بیرون از آن خودتون بکنین. حق خودتونه، پول خودتونه، مال خودتونه. ماهیه که مدتها بوده باید به دستتون میرسیده، نمیرسیده یا نمیذارن که به دستتون برسه، ولی خودتون دارین کاری میکنین، اقدامی میکنین برای اینکه این پول رو به دست بیارین. مثل وکیل گرفتن، مثل راه قانونی که دارین اقدام میکنین، مسیری رو میخواین طی بکنین برای گرفتن حقتون، پولتون، مالتون، راهی رو دارین طی میکنین. حالا من اینجا چهره که میرم شبیه آقا، ولی حالا ممکنه خانم باشه. بسیار روشن، شخصیتی که حق طبیعی خودش رو میخواد، بسیار آدم مثبتی رو دارم میرم. حالا آقایون یا خانم هایی که طلب پولتون رو دارین از راه قانون میکنین و میگیرین، پولتون رو میگیرین، پول چشمگیری هم هست. خب اما بریم برای ادامه فعال. الهی به امید تو. من یه اسم حمیدم اینجا دارم میبینم که قدری کدر دارم میبینمش. البته که ببینین یه وعده دو به من داده و یه قلبی دارم زیر اینجا افتاده دارم میبینم زیر اسم حمید. اگر تو اسم یا نام خانوادگیتون حمید نام هستین، به دو وعده خبر احساسی خوش دارین. انشالله که این به 2 ساعت و 2 روز دیگه نکشه. سقفش میخواد بشه 2 هفته. البته که نیمه افتاده، انشالله به 2 ماه نمیکشه. به 2 ساعت دیگه، به 2 روز دیگه، سقفش به 2 هفته آینده، انشالله یه خبر خوش احساسی به گوشتون میرسه. از این ناراحتی میاین بیرون. خیلی ناراحت دارم میبینمتون که در افتادین. حمید نامی، حالا یا خانم یا آقایی هستین که اسمتون توی نام یا نام خانوادگیتون حمیده، پیروی قضیه احساسی خبر خوش دارین انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به امید تو. انشالله هر آنچه که اخبار خوشه فقط براتون اتفاق بیفته. خب توی زندگی متأهلی ببینیم چه خبره، ببینیم احساستون چجوریه. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب عالی، بذارین یه خبر خیلی خوب تا نرفته بهتون بدم. خبر خوشی که به زودی به گوشتون میرسه. خودتون تماشا بکنید. کبوتر خوشگل رو ببینید. کبوتری است، کبوتر سفیدی که براتون به زودی تو اوج ناامیدیتون، برای افرادی که به نوعی تعهل دارین، حالا نامزدی، عقد، ازدواج، هر چه که هست، به زودی کبوتری که براتون خبر خوش میاره و آقایی رو دارم میبینم هیکلی دروش که اینو سفت کبوتر رو گرفته و چسبید، یعنی منتظر خبر هست. حالا خانواده هستین آقایون، خانم هایی که منتظر یه خبر هستین، این خبر به زودی به گوشتون میرسه و دلتون رو شاد میکنه توی یک زندگی متأهلی. خدا رو
خب خانمی هم که داره به سمتتون میاد، مسافر دارید با چمدون با ساک، خانمی داره به سمتتون حرکت میکنه. اگه البته که خانمی که موهای روشن دارم میبینم براشون، داره قدم میذاره به سمتتون با چمدون، از راه دور داره میاد، حالا یک سفر دوره یا مرز یا شهر، از هر جایی که داره میاد داره به سمتتون میاد، به زودی خبرش به گوشتون میرسه یا اصلا منتظر هستین که ایشون به سمتتون داره میاد حرکت میکنه. شاید هم خبردار هستین، خبردار شدین مسافر داری. خب اما بیایم اینجا ببینیم چه خبره. خب دم ماهی دارم براتون میبینم، چشم انتظار پولی هستی، ماهی به دم رسید دیگه، انشالله دیگه هرچی که هست. دو تعبیر میتونم براش بکنم. اول اینکه ببینیم جنبه مثبت مالیش حساب بکنیم. اگر چشم انتظار پولی هستین، ماهی به دم رسیده، انشالله که اگر سختی کشیدین دیگه سختیتون داره به اتمام میرسه و انشالله که به رفاه و آرامش میرسین و پولی به دستتون میرسه که وضعیتتون یه قدری سر و سامان میگیره. اما اگه ببینیم از این زاویه نگاه بکنیم، مثلث عشق دارم براتون میبینم و اینجا میتونم بعد بگم که جور از جون همه خانم ها و آقایون محترم، خانمی رو دارم میبینم، شخصیت اقواگر، هیلگر. ببخشید بازم عذرخواهی میکنم، چیزی که تو فاله دارم خدمتتون عرض میکنم، خانم هیلگری رو دارم میبینم که داره ورود به یک زندگی مشترک میکنه، یک زندگی که متعهدی هستش و هدف و نیت بدی داره. خانمی هیلگر، ببینید دم ماهی براش دارم میبینم، شخصیت هیلگر با یک ترفند، با یک هیله داره ورود به یک زندگی میکنه و ایجاد مشکل براتون میکنه. هرچه که هست فقط هشدار دارم بهتون میدم، حواستون لطفا جمع بکنید. اگر نذر کردین نذرتون رو ادا بکنید، چون دارم براتون حاجت روایی میبینم. انگشت اشاره رو دارم براتون میبینم، اشاره داره میکنه تو مسیر احساسی میخواید قدم بردارین، تأخیر و تعلل چرا داریم میکنین، راهتون رو برین ادامه بدین. داره بهتون انگشت اشاره، نشانه مسیر و راه، راهی که به احساسی ختم میشه. اگه میخواین تو مسیر احساسی قدم بذارین، خواستگاری بکنین، درخواست دوستی از کسی میخواین بکنین، تو مسیر احساسی میخواین قدم برداری، انگشتی که داره بهتون اشاره میکنه راه احساسی که براتون قدم برداری، قدمی هم بر میداری، چون دارم براتون جشن و شادی میدم. بطری که نشانه جشن و شادی، حالا یک میهمانی در راه داریم، هرچی هم پس پیرو یک راه احساسی، یک مراسم، یک جشن شادی دارم میبینم. خبر خوشی به خانمی میرسه که حیرون میمونه، دهن باز برای خانمی دارم میبینم که از شنیدن یک خبر حیرون هاج و واج میمونه. خبر خوش روشن روشن دارم میبینم ازشون. خب اما بیاییم ببینیم توی این ورچه خبره. خب یه سفرم دارم براتون میبینم، چشمان منتظر، منتظر یک سفر هستین، قرار مسافرت برین، قرار مهاجرت کنین، هر چه که هست چشمانی که منتظر هستین و پروازی که شکل میگیره، اوج میگیرین، بالون ببینیم براتون افتاده، میرین، رویای پرواز دارین، رویای مهاجرت دارین یا چشم انتظار پرواز دارین. این از این رویا میایین بیرون، به واقعیت میپیونده، از این چشم انتظاری میایین بیرون، راهی که براتون باز میشه. علارغم اینکه این راه رو دارم قدر براتون مشکل میبینم، حالا تو مسیر رفتن مشکل داشتین، راه ناهموار بوده، هر چی که بوده براتون حل میشه. از این ور چشما رو نگاه کنین، چشما رو ببین چه چشمایی دارم براتون میبینم، یه قدر حواستون رو جمع بکنین. افرادی که به زندگیتون دارن ورود میکنن یا توی زندگیتون هستن یا تو محیط کارتون هستن، این مقدار چشمای شور و شومی رو دارم براتون میبینم. بیایم این ور رو ببینیم چه خبره. خانم آقایی که به هم پشت کردین، ریشه دارین، پشت کردین، آقایی که یک بچه داره، فرزند از گذشته داره و دارین جدا میشین، یک فرزند رو دارم تو آغوش خانم میبینم، کوچیک فرزند نوزاد، و یک فرزند رو برای آقا دارم میبرم و زندگی که داری از هم دیگه میپاشه، جدایی که داره شکل میگیره. ببینید دیگه انسجامی نمیبینم، مثل یک تنه فقط دارم میبینم، اون ریشه‌ای که باید منسجم باشه نمیبینم، جدایی که داره شکل میگیره. یک فرزند دست آقا، فرزند بزرگ به دست آقا، و فرزندی که طفل کوچیکه دارم دست خانم میبینم. انشالله که دائمی این بچه دستتون باشه، چون دارم حالتی میبینم که انگار مقطعی کوچیکه تو دستتون دارم میبینم، زندگی که از هم میپاشه و جدایی که شکل میگیره. انشالله هرچه خیر براتون اتفاق بیفته. خب اما بریم سر ادامه فال. چه فال پریم.
خب آقا اینو ببینین، این اکثریه تو دایره کارتون یا تو محیط زندگیتون حواستون رو جمع بکنید. کسی که چشم میده، حالا البته که حواستون رو جمع بکنید که یا بدبین این آدم کلا، اینه که بدبینه، اینه که کدری که به چشمش دارم میبینم، شخصیتیه که کلا بدبینه یا نسبت به همه رو با چشم بد نگاه میکنه یا کلا بد دله، همچین چیزی رو میتونم براش معنی بکنم. آقایی رو دارم میگم تو محیط یا تو سقف کاری، زیر سقف کاریش همچه حالتی داره، به همه شک و تردید داره، به همه سوء ظن داره، یا اینکه تو خونتون همچه شخصیتی دارین، آقایی که همچه شخصیتی رو داره. خب دیدار و ملاقات خانم آقایی رو دارم میبینم، بین تو فاصله است، البته که نظر و نیاز کردیم برای رسیدن به همدیگه، برای اینکه فاصله ها بینتون برطرف بشه نظر و نیازی کردیم، نظرتون انشالله که برآورده میشه. دیدار و ملاقاتی که شکل میگیره، ارتباطی که شکل میگیره به واسطه این نظر و نیازی کردیم، پیروی قضیه احساسی بینتون مانع تراشیدن، برای رسیدنتون مشکل ایجاد کردن، راه احساسی که باز میشه و نظر و نیازی هم که کردین انشالله ادا بکنید، چون حاجت روا میشین انشالله، پیروی راه احساسی. آرزویتون به واسطه شخصی برآورده میشه، چه آرزویی کردین؟ شخصی رو دارم میبینم که دست به دامن شخصی شده که کارش رو حل بکنه، انجام بده، راهی براش باز بکنه. حالا این راه، راه کاریه، راه احساسی، چی؟ هیچی به من نشون نمیده. راهی که داره براتون باز میشه، ولی به وساطت کسی، به واسطه کسی داره راهی براتون باز میشه. رویایی که داریم به واسطه شخصی براتون برآورده میشه، یا کاری که به واسطه شخصی براتون انجام میشه، راه باز دارم براتون میبینم. خب یه سفرم داریم میرین، حالا کجا داریم به سلامتی راهی میشین، ولی انگار که خودتون راقب نیستین به رفتن، به زور دارم میبرنتون، همچه حالتی دارم میبینم. یک سفری که داریم به زور انگار راهی یک سفری میشین، حالا یا تعدادی از افراد یک خانواده مجبوری دارین دنبال میرین، شاید فرزندان هستین که دوست ندارین راهی این سفر بشه، ولی میرین روشن و روشن، راه روشنی که بهتون خوش میگذره. هر جا هم داری میری ماهی داره، حالا نمیدونم این ماهی چیه، یا سفر پر روزیه رزقه، یا این که خیلی خرج میکنیم تو این سفر، یا دریا داره و ماهی داره، به هر حال یک کدوم از این گزینه هاست. ببخشید. خب آقای رو دارم میبینم که صاحب فرزند شدین، همچنان بچه رو بغلتون صفر چسبیدین که مبادا ازتون بچه رو بگیرن. خانم خوشحالی که بالای سرتونه، اگر آرزوی بارداری یا بچه دار شدن دارین انشالله که به مراد دلتون میرسین. فرزندی رو گرفتین صفر، آقایی که خیلی علاقه من به بچه است، خانمی هم خوشحال بالای سر این آقا دارم میبینم، خانمی که از بالا داره بچه رو نگاه میکنه، آقایی هم که جلوی ما نسبتا خلوتی داره، دور تا دور مو دارم، البته که نیم رخ دارم، این شور رو دارم میبینم، قدر شکم دارن و بچه‌ای رو که نوزادی رو که طفلی رو که تو دستشون گرفتن و قلب خوشگل ببینید تو دستشون، خوشحالی قلبی از گرفت از فرزندی که تو دستشون اومده، انشالله که همیشه دلتون شاد بشه. تو دل زندگیتون خانم محسنی رو دارم میبینم، کوتاهی داریم میکنین، حواستون هست خانم آقایون محترم. خانم محسنی رو دارم میبینم، بسیار روشن، مادری رو دارم میبینم، تو وسط تنهایی، توی وسط دل سیاهی رهاش کردین، خانواده‌ای که مادری رو رها کردن و مادر روشن، عینکی به چشم، روسری به سر، موهایی که دارم میبینم حالا یه قدر کوچولی ازش بیرون، ببینین زیر گلوی که چین و چروک دارم براش میبینم، خانم محسن رو دارم میبینم که تو تنهایی رهاش کردین وسط دل زندگیش، گذاشتینش به حال خودش، رهاش کردین به حال خودش، خانمی که سن و سالی ازشون گذشته، مادرتون رو میگم. خانمای پرستار، شغل پیشه پرستاری دارین، اولا که دست خانمای پرستار، آقایون پرستار رو باید بوسید به واسطه بزرگواری که دارین میکنین، کاری که دارین انجام میدین، اما سوای لطف و محبتی که دارین میکنین نسبت به همه و ممنونتون هستیم خانم و آقایون پرستار، اما برای خانم پرستار، خانمی که پیشه و شغل پرستاری داره، راه احساسی که داره باز میشه زیر سقف کاریت، آقایی که سرش رو داره گذاشته رو سرت، یعنی این که تمام فکر و ذکر شما هستی،
زیر سقف کاری، خانم پرستار، حیطه پرستاری، تو زمینه پرستاری، حالا میتونه حالا هر آنچه که مرتبط با پرستاری باشه. حالا ممکنه شغل پرستاری توی فضای پرستاری نباشه، درمانگاه، هر جایی که مرتبط با کار درمان میشه. خانمی که پوشش سفید به سر دارم میبینم و آقایی که موهای تیره، موهای حالا قهوه‌ای رنگ دارم میبینم، ریش داره، سیبیل داره، تقریبا میان سال، البته که این آقا گذشته دار هستن، ولی زیر سقف کاریتون. بعد جورم دلش پیش شماست، حواستون رو به بالای سرتون نگاه کنی ببینید چه خبره. آقایی که زیر سقف کاریتون بعد جور فکر شماست، شدیدن به فکر شماست. خب خانمی که داره زندگی رو ترک میکنه، مهر طلاقی که خورده شده، خانمی که داره زندگی رو ترک میکنه، اما فرزندی که دست به دست و پای مادر افتاده و نمیذاره که بره، ولی مادری که داره میره، البته که این مهر طلاق خورده، جدایی که شکل گرفته، شاید پشت کرده به فرزندان، البته که نمیتونه مادر پشت به فرزندان بکنه، حالا هرچه که هست نمیدونه، ولی هرچه هست که خانمی که داره مسیر راه زندگی خودش رو داره میره و فرزندی که دارم میگه بله همچه فرزندم نیست، به سر جوانی رو دارم میبینم، به حال حکم فرزند رو برای من داره، پسر جوان که داره میبینم، دارم میبینم به دست و پای مادر داره میفته که مادر نره. حالا هرچه که هست به واسطه یک طلاق، یک کاتی، یک جدایی، داره دایره زندگی رو مادری ترک میکنه همراه یک دختر بچه. مادر یه دختره، دختر خانمی که موهای تیره داره، پوست روشن داره، موهای دور تا دور، حالت گیرد، همچون حالتی رو دارم اشبه. مادر و فرزند، مادر و دختری که در این دایره زندگی رو ترک میکنی، ولی آقای جوانی که به همراه آقای میاسال داره توی زندگی ثابت میمونی. خانمی که پشت کرده داره میره. خب خریدن یه تیکه زمین هم دارم براتون میبینم. حال زمین، ملک، چی هستش، هر چی هستش، چهاردیواری بسیار روشنی رو دارم براتون میبینم. دارین خرید میکنی، میخرین. مبارکتون بشه انشالله. اگه دارین اقدام برای بارداری میکنین، ببینین اگه دارین تو زمینه بارداری، راه درمان بارداری دارین میرین، راهی که براتون جواب میده، ولی انگار چندین بار این مسیر رو رفتین، حالا هرچه که هست، راهی که انگار چندین بار پیمودین ولی بهتون داره جواب میده، خوشحالی قلبی. آقای جوانی رو دارم ببینم، بالای سرت قلب افتاده و نعل افتاده، توی این مسیری داری قدم برمیداری برای راه احساسی، حالا دوستی یا ازدواج، هر آنچه که هست جوابتو میگیره. خانمی که بهت پشت کرده، یا حالا یا قهرین، آشتی، صلح و صفا دارم براتون میبینم، یا اینکه دنبال خانمی هستیم برای یک راه احساسی، یا حالا دوستی یا ازدواج، هر چه که هستش خوششانسی براتون دارم میبینم. راه دلی که دل خوشگل، قلب خوشگلی که دارم براتون میبینم، حالا یا دوستی شکل میگیره یا ازدواج که شکل میگیره و خوششانسی هم داره در خونتون رو میزنه. خب پرنده‌ای که دارم براتون میبینم خبر داره براتون میاره. خبری هم که داره براتون میاره خبر از یک موفقیت داره براتون میاره. کلیدی که دارم براتون میبینم و کبوتری که به سمتتون حرکت میکنه. موفقیتی که از آن شما خواهد بود انشالله. تو چه زمینه‌ای دین قدم برمیدارین؟ گشایشی که براتون رخ میده. چه چیز جالبی. بذارین چرا اینو من نمیبینم؟ چراغ جادویی رو دارم براتون میبینم. عذرخواهی میکنم اگه صدا از بیرون میاد. چراغ جادویی رو دارم براتون میبینم. ببینید چقدر زیبا، کبوتر، کلی، چراغ جادو، گشایش، چراغ جادو که دیگه اصلا دیگه براتون چه توضیحی بدم. هر آنچه که نیتتون هست انشالله که برآورده میشه. چراغ جادویی رو که دارم براتون میبینم و کلید، گشایشی که دارم براتون میبینم و کبوتری که براتون خبر میاره، خبر از گشایش. حالا هر آنچه که نیت دل شماست انشالله که براتون برآورده میشه. رویایی که براتون به واقعیت میپیونده. قول چراغ جادو، چراغ جادو همیشه رویا رو برآورده میکنه دیگه. پس گشایش و رویایی که براتون برآورده میشه انشالله. خب خانم آقایی که داریم با هم که صحبت میکنین، آقایی که کلاه اسپورت به سر گذاشته، خانمی که عینک به چشمشون زدن، خانمی که گذشته دار هستین، فرزند دارین، نه یه دونه، دوتا فرزند دارم براتون میبینم، آقایی که گذشته دار هستین، یک فرزند دارم براتون میبینم، و البته که فرزندتون یا جدا زندگی میکنی یا ازدواج کرده.
فرزند این آقا، آقایی که تقریبا میان سال به مال هم تقریبا میان سال ریش سیبی کلاه اسپورتی به سرتون نبرده که گذاشتین، حالا یا شغلتون به سبب شغلتون کلاهی به سر میذارین یا کلاه اسپورتی باشه، کلاهی که حالت لبه داره مثل سایبون داره، فرزندی که توی یک سقف کنار یک سقف دارم میبینم، حالا یا داره ازتون جدا زندگی میکنه یا توی یک شهر دیگه است یا توی یک کشور دیگه است جدا داره زندگی میکنه یا ازدواج کرده توی خونه خودش داره زندگی میکنه، و البته که ارتباطی که بین شما و این خانمی که دو تا فرزند داره داره شکل میگیره، راه احساسی ازدواج داره شکل میگیره. خانمی هم که دارم براتون میگم جوان، تقریبا البته رو به میان سال دارم ایشون رو میبینم، موهای نسبتا تیره قهوه‌ای رو به تیره دارم براتون میبینم، و دو تا بچه داری، دو تا فرزند دارم براتون میبینم. خب توی این زمینه کاری دیدین قدم برمیدارین، استارت چه کاری رو زدین که اینقدر دلشوره و نگران دودلین، نمیدونین مسیری که میخواییم برین برین یا نرین برین، راه به این روشنی دارم براتون میبینم. توی یک ورود به یک بازار کار دارین میکنین، انگار تازه میخواییم وارد یک کاری بشین، استارت یک کاری رو میخواییم بزنین، هر آنچه که از قدم رو بذارین راه وارد این بازار کار بشین، چون براتون موفقیت دارم میبینم. دارین یه مشورت میکنین، یه شور گرفتین پیرامون یک سقف، در رابطه با یک موضوعی سقف حالا هرچه که هست، یک سقف دوره هم دارین جفت، البته که این سقف سقف ازدواجه، چون یه انگوشتر دارم براتون میگم، انگار دوره هم جمع شدین در رابطه این مسئله، حالا شاید خواستگاری داره انجام میشه، خواستگاری میکنین و نشون میکنین هرچه که هستش، چون یه انگوشتر دارم براتون میگم، یه دوره همی اگر یه نشستی گذاشتین داری صحبت میکنی، مراسم خواستگاریه هرچه که هست، و یک انگشتر پیرامون یک مسئله ازدواجه، ازدواج خواستگاریه داری میکنی، مراسم خواستگاری مبارک بشه انشالله. یک گره دارم براتون میبینم، گره که باز میشه پیرامون یک سقف، اگر تو یک سقفی کارتون مشکل پیدا کرده، تو خریدش، تو فروشش، یا نمیدونم هر آنچه که مرتبط به یک سقفه، تو محیط کارتون به گره خوردی، یک گره ای تو کارتون افتاده، گره ای که براتون داره باز میشه. خب دو تا حیوان حیوان دارم براتون میگم، یه خرگوش دارم براتون میگم که نشانه جهشه، و کنارش هم دارم شخص آقایی رو دارم میگم که به نشانه جهش و بود، و البته که خانم آقایی دارم میگم، حالا هم میتونه برای خانم ها بشه هم برای آقایون بشه، جهش و موفقیت دارم براتون میگم، حالا میتونه توی احساسی بشه ما به موفقیت میرسیم اون چه که نیتتونه میرسیم، یا تو زمینه کاری به موفقیت و برد میرسیم، ارتقا پیشرفت، این منظورمه جهش برد موفقیت. از این ورم دارم براتون زیر دسته تمساحی رو دارم میبینم، زیر دسته نزدیک به دسته تمساحی رو دارم براتون میبینم، کسی که باهاتون دشمنی داره و دشمن غریبه‌ای هم نیست، از خودتونه، از نزدیکانتون هستش، دشمنیه دارم براتون میبینم، کسی که باهاتون عداوت و دشمنی داره از دل خونتون، توی خونتونه، تو کسی که بهتون به زندگیتون ورود میکنه، تو محیط کارتون، شریکتونه، کسی باهاتون کار میکنه، همکارتونه، زیر سقف کاریتونه، زیر سقف خونتون، کسی که به زندگیتون ورود و خروج میکنه، همسایتون، کسی که با شما ارتباط تنگاتنگ داره، هرچی که هستش باهاتون عداوت و دشمنی داره، و دشمنیش هم خیلی وقته، ولی ظاهرش رو داره باهاتون حفظ میکنه، یعنی ظاهر بسیار روشن دارم باهاتون میبینم، داره باهاتون وانمود میکنه که باهاتون خیلی خوبه، ولی عملا باهاتون عداوت و دشمنی داره، حواستون رو لطفا جمع بکنید. خب دیدار و ملاقات خانم و آقایی که انگار مدت‌های طولانی همدیگر رو ندیدید و فوق العاده خوشحال میشین، ببینید همچه حالتی دارم، یا دوستی بینتون، بین دو دوست فاصله بوده، حالا قطع، قهر، یه رابطه کات شده بوده، یا اینکه یک زندگی مشترکه که بین زن و شوهر فاصله بوده، هر چه که هست دیدار و ملاقاتی در شکل میگیره که بسیار خوشحال خواهیم شد انشالله. یه مهر روشن هم دارم براتون میبینم، هرچه هستش مهر مرتبط با
مهر قلب افتاده. حالا هر مهری از روشن، مهر بارها گفتم، مهر روشن سند خوردنه، خرید، فروش، هر چیزی که براتون توش خیر و نفع و روشنی داره، منفی نه، مهر روشن دارم براتون میدم، به واسطه اون موفقیتی نصیبتون میشه، مهری که خورده میشه و موفقیتی که نصیبتون میشه. خب یه خبر مالی هم به گوشتون میرسه ها، چون یه زنگوله که خبر به گوشتون میرسونه پیروی قضیه پولی مالی هرشم هستش، پولیه که داره به دستتون میرسه و عددی هم که داره به دستتون میرسه عدد 6 با تعدادی صفره، 6 با تعدادی صفر به سودی هم به دستتون میرسه، خیلی کوتاه، چند روز چند ساعت نمیدونم چی، یه تایم خیلی کوتاه پول به رقم 6 با تعدادی صفر به زودی به دستتون خواهد رسید. صحبت خیلی تایم کوتاه رو دارم میکنم، خیلی کوتاه، زمان خیلی کوتاه، چند روز آینده یه همچین مبلغ به دستتون میرسه، یک بود از زمانی کوتاه رو دارم میگم. خب اگه تو زمینه کار قانونی دادگاهی دارین قدر بنده، چون خانمی رو دارم میگم بچه به بغل، پیروی آقای انگار حالا ریشه زندگی متعهدی، بگو مگویی کردین، مشاجرهی دارین یا راه قانونی دارین میرین برای جواب گرفتن، راهیه که دارین فعلا دارین باید همینچون متاسفانه دارم میرم مسیری که باید فعلا طی بکنین، حالا حق و حقوقتون رو میخواییم بگیرین، هر آنچه که هست دارم براتون میبینم که پیروی یک راه قانونی مسیر رو دارین طی میکنین، یک تایمی باید یا دارین میرین مدتی دارین مسیر رو میرین، آقایی هم پشت سرتون داره میاد حمایتتون میکنه، حالا خانوادتون هستن یا آقای داره همراهیتون میکنه، جواب میگیرین ولی زمان میبره، حق و حقوقتون رو دارین میگیرین، داره چه هست، مهریه هست، ارث، پول، هر چه هستش تو مسیر دادگاه دارین بروبیایی دارین میکنین و آقایی همراهیتون میکنه. خب یه سقف سنگین، سقف سیاه هم دارم براتون میرم، زیر سقفی که بگو مگو داری میکنی، خانواده یکی زیر سقفی داریم بگو مگو با هم دیگه میکنین و بحث و مشاجره داری میکنی، البته که کسی به دایره زندگی تو قدم برمیداره انگار که بخواد وساطت بکنه، بخواد آشتیتون بده، ولی فکر نمی کنم جواب بده، چون سقف بسیار گدر دارم میبینم، جدایی که شکل میگیره و هر کدوم به سمت خودتون میرین و راه هر دوتون هم روشنه، یعنی جدایی که شکل میگیره هر کدوم به مسیر خودتون میرین و راهی که بسیار روشن دارم براتون میبینم، یعنی هر آقا به سمت خودش، خانم به سمت خودش قدم برمیداره، با پادرمیونی کسی هم جواب نمیگیرین، فایده نداره، شما کار خودتون رو میکنین و مسیر روشنی، انگار هر کدوم مسیری که دارین بر خود، آینده خودتون رو دارین بر خودتون انتخاب کردین، هر کی به سمت خودش میره و روشن روشن. خب یه محرمیت هم دارم براتون میبینم، یه محرمیت که داره شکل میگیره، ازدواج، عقد، هر چه هست، محرم شدن، مثل محال هر نوع محرمیت میشه، عقد، هر نوع محرمیت که داره شکل میگیره بین خانم و آقایی دارم میبینم، آقایی که تقریبا، البته که آقایی که بسیار قدرتمنده، حالا از نظر مالی هستش، موقعیت اجتماعی خیلی خوبی داره، هر چه که هست، و خانمی هم که دارم میبینم خانم بسیار روشنی دارم میبینم، حالا یا خانم خیلی زیبارویه یا خانم نمیدونم، حالا هر چه هستش خانم بسیار روشنی رو دارم میبینم و آقایی که صاحب قدرت هستش و محرمیتی که داره شکل میگیره، حالا هر نوع محرمیتی نمیدونم، به هر حال ازدواجی یه مراسم، یه عقد، محرمیتی که شکل داره میگیره. خب یک کوی هم مشکلات رو دارم براتون میبینم، آقایی رو دارم میبینم که از یک سر ببینی سختی رو داری پشت سر میگذاری ولی بازم به مانع داری برمیخوری، ولی راهی برات باز میشه، آقای میانسن به بالا، محسن، آقای محسن مهربون، چهره مهربونی رو دارم میبینم، موهای نسبتا کمی رو براشون دارم میبینم، پیرهن یقه‌داری رو دارم براشون میبینم، پشت خمیده انگار از مسئولیت زندگی، بار مشکلاتی که رو دوشش دارم میبینم، کمره تا و خمیده که سختی رو داره طی میکنی ولی بازم انگار راه برات داره بسته است همچنان، البته که شما داری به یک دیوار بسته میخوری، زیر پاتون داره براتون راهی باز میشه به واسطه شخصی،
آقایی داره براتون قدمی برمیداره. به واسطه آقای قدمی برداشته میشه، تو مسیرتون یک قدم مثبت برداشته میشه. از این مسئولیت، بار مسئولیتی که قدر روی دوشتونه و مسئولیتی که از سر از روی دوشتون برداشته میشه. خیلی تحت فشار دارم یه آقایی رو میبینم میان سال به بالا، اصلا کمرش خم شده از بار مسئولیت. به واسطه آقایی راهی براتون باز میشه. حالا هرچی که هست، پولی روانه شما میشه، مشکل مالی داری، مشکل مالی شما حل میشه به واسطه آقایی. خب معلم داری میشین، کار معلمی دارین انجام میدین، هر چه که هست استادین، هر چه که هست تو این زمینه هم دارم برای فعالیت براتون دارم میبینم. حالا ورود به بازار کاری که توی حیطه معلمی، تدریس، آموزش تو این زمینه، حالا هر چه که هست قدم راهی که دارین برمیدین راه بسیار روشن و مثبت دارم براتون میبینم. خب یه پول به عدد 5 هم دارم براتون میبینم و دو تا پول به دست، یه 6 با تعدادی با چند ظرف چند روز آینده به دستتون میرسه. یه مبلغ پول به عدد 5 با تعدادی 0 هم داره به دستتون میرسه خیلی زود. ولی این پولی که داره به دستتون میرسه از یک راه دور داره میاد. کسی از راه دور داره شما رو حمایت میکنه، حمایت مالی میکنه، یا شهر دوره یا کشور دوره، از هر جایی که هست، ممکن از نزدیکانتون باشه، کسی داره خانوادهش رو حمایت میکنه، حمایت مالی میکنه. یه مبلغ پول به عدد 5 با تعدادی 0، کسی که داره خانوادهش رو تحت حمایت مالی قرار میده، از نزدیکانش رو داره حمایت میکنی. خب دیگه اینجا که چیزی نیست. خانمه این روزا یعنی همش کارهای زیبایی انجام میدین. تو صورت خانمی دارم یه عمل جراحی که نه، یه کار زیبایی تو ناحیه صورت، قسمت دهان، لب، دهان دارم برای خانمی که کار زیبایی داره انجام میده. چهره بسیار زیبایی رو دارم براتون میگیرم. مبارکتون بشه انشالله. سخت به سخت شدنتون هم دارم براتون میبینم. هم سخت به سخت شدنتون دارم میبینم. حالا یا داری میری خونه خودتون، انشالله خانم آقایونی که قصد ازدواج داری، داری میری تو خونه خودی، تو خونه بخت داری میرین، انشالله که خوشبخت بشین. یا اینکه داری سخت کاریتون رو عوض میکنین، انشالله که رونقه، چون سخت روشن دارم براتون میبینم، پر از رزق و روزی و برکته. یا اینکه داری سخت خونتون رو عوض میکنین، در هر حالت خونه خوشنم، سخت روشن، محل کار پر روزی. یا اینکه دل میخونی بخت راهی میشین که انشالله براتون خوشبختی براتون همراه داشته باشه. ابر روشن هم براتون دارم میبینم به نشانه باران رحمت الهی که انشالله بر سرتون میباره، رزق روزی فراوانی که نصیبتون میشه انشالله. این از فال امروزمون. فال پنجشنبه یه آقایی هم داره به زندگیتون ورود میکنه ها. امروز چقدر سر و صدا داشت، من عذرخواهی میکنم دیگه، دست من نیست، ببخشید. آقایی داره به زندگیتون ورود میکنه، آقای جوان تعریش، تقریبا جوان رو به میان سال، همچنین هلوش سنی ازشون دارم میبینم، تعریش دارم براشون میبینم، چشمان درشتی دارم براشون میبینم و داره قدم میذاره به دایره زندگیتون. شخصی که داره به زندگیتون ورود میکنه، خواستگاره، داره وارد زندگیتون میشه. یه شخصی به تعداد نفرات این خانواده داره اضافه میشه. یه شخصی هم داره براتون قدم برمیداره ها، ولی یه قدمی داره براتون برمیداره که نگار یا به زور داره برمیداره، نگار کسی داره هلش میده که این قدم رو براتون برداره، به ضرب و زور کسی داره این کار انجام میده، یا اینکه قدم مردانه. کسی داره براتون قدم برمیداره، کسی داره انگار مجبورش میکنه این کار براتون انجام، براتون انجام بده، یا یعنی اینکه همچین با میل و رغبت این کار رو نمیخواد بکنه، ولی به زور داره قدمی رو براتون برمیداره. به هر حال قدمی که براتون برداشته میشه، حالا تو هر زمینه که هست برداشته میشه. خب این از فال امروز پنجشنبه 17 شهریور ماه تا فردا جمعه که برسم خدمتتون با یه فر قهوه کلی بدون زمان، فعلا باهاتون خداحافظی میکنم و پیشا پیش آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و آدینه بسیار خوبی رو. انشالله ایام به کامتون باشه، مثل همیشه دعای همیشگیمون، انشالله که ایام به کام، دلتون شاد، لبتون خندون، جیبتون پرپور و تنتون سلامت. الهی آمین. آدینه خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.